پرسش ها و پاسخ ها در روانشناسی پروفسور محمود ساعتچی اختلال شخصیت مرزی اختلال شخصیت چیست؟ اختلال شخصیت شامل طیف بسیار متنوعی از رفتارهای غیر است. این افراد در روان زندگی صفات شخصیتی خاصی کسب کردند که مقاوم و غیر انتباقی است و موجب اختلال قابل ملاحظه و گاه بسیار شدید در انتباق اجتماعی، شغلی و یا ناراحتی شخص می گردد. الگوی تشکیل دهنده اختلال غالبا در دوره نوجوانی قابل شناسایی است. این الگو تا بزرگسالی دوام می هرچند در مواردی در سالهای میانه عمر به تدریج فروکش می کند. رفتار شخص مبتلا به اختلالات شخصیت نه دوره‌ای است و نه رابطه محسوس با استرس دارد. در عوض سبک ویژه رفتاری در همه یا اکثر روابط بین فردی است که شخص در آن وارد می گردد. اختلالات مربوط به استراب ممکن است در هر دوره ای از زندگی شروع شود و خود را با ترس های خاص، علائم جسمی و از دست رفتن حافظه نشان می دهد. هسته مرکزی اختلال استراب است. اختلال شخصیتی صفات دیرپایی هستند که رفتار فرد را از نوجوانی یا حتی کودکی مشخص می کند. هرچند در بعضی انواع اختلال شخصیت فرد مسترب یا حراسان به نظر می رسد اما در مجموع ویژگی اساسی اختلال به نظر نمی رسد. رنجی که اختلال شخصیت به وجود می آورد برای بستگان، همکاران، دوستان و خانواده بیشتر از خود شخص است. در این افراد زندگی واجد الگوی بسیار اختصاصی و در واقع انطاف ناپذیر است اما معمولا تماس با واقعیت را به قدر کافی حفظ می کند. DSM-3R اختلالات شخصیت را به سه گروه تقسیم کرده است. گروه نخست دسته قریب و غیرعادی شامل پارانوید، اسکیزوید و اسکیزوتایپی. دسته دوم نمایشی، هیجانی، ملون. شامل انواع نمایشی، خودشیفته، ضد اجتماعی و مرزی. گروه سوم مسترب و وسواسی، شامل انواع اجتنابی، وابسته، منفعل، مهاجم. سبکای خاص شخصیت زمانی ناسازگار تلقی می و یا به تعبیری دیگر شخصیت هنگامی اختلال آمیز است که شخص قادر نباشد رفتار خود را بر اساس تغییرات معنیدار محیطی تعدیل نماید و خود را با آنها سازگار کند. ناتوانی در انطاف پذیری و انتباق با موقعیت ها عاملی است که میتواند شخصیت فرد را ناسازگار و دچار اختلال نماید. اگرچه این اختلال ممکن است در بسیاری از موارد مانع شادی و موفقیت شخص بشوند، اما ممکن است در بعضی موارد و موقعیت ها سودمند باشند. مثلا فرد وسواسی ممکن است برای مشاغلی که نیاز به دقت زیاد و توجه به جزئیات دارد مانند حسابداری مناسب باشد هنگامی که سبکهای رفتاری افراد اختلالآمیز باشند کنشهای آنان در موقعیتهای مهم زندگی دچار آسیب شده موجب استراب، پریشانی و ناخشنودی آنها می شود. اختلالات شخصیت خصوصیات مشترکی دارند. یک، واکنش در مقابل استرس فاقد انعطاف و عاری از تطابق است دو ناتوانی برای کار کردن و دوست داشتن وجود دارد و معمولا به مراتب بیشتر و عمیقتر از آن است که در نوروس ها مشاهده می گردد. سه اختلالات شخصیت تقریبا همیشه در واکنش به محیط اجتماعی ظاهر می گردند. اختلال شخصیت را باید روش مدارای دردناکی به شما را ورد که شخص مبتلا در مقابل مردمی که نه تاب زیستن با آنها و نه یارای ترک آنان را دارد از خود نشان می دهند. مبتلایان به این اختلالات از اینکه خود را با چشم دیگران ببینند ناتوانند. در این حال با دیگران نیز نمی توانند احساس همدلی کنند. خصوصیت اختلال شخصیت ایجاد یک چرخه معیوب است که در آن روابط اجتماعی معیوب پیشین شخص در نتیجه روش تطابق بیمارگونه او بدتر از قبل می گردد. چهار، بر سایر افراد نیز به طوری پنهانی و ناخودآگاه عمیقا مؤثر واقع می شوند. بنابراین اختلال شخصیت اغلب در یکی شدن مرزهای شخصی و خصوصی اثر کرده و مانع از این می گردد که حدود واضحی برای آنچه مال من و آنچه مال تو است تعیین شود یکی از مشکلات بررسی اختلال شخصیت این است که تمایزهای چند نوع متفاوت از آنها دقیق نبوده اغلب همپوشی دارن و لذا تا حدی به یکدیگر نزدیک میشوند مشکل دیگر تصمیمگیری راجع به متناسب بودن تشخیصهای محور دو مبهم بودن مرز بین ویژگی های شخصیتی که در محدوده عادی و آنها که بیانگر رفتارهای مختلف می باشد. اختلالات عموماً صفات هستند تا حالات. صفات غیر انتباقی ممکن است رفتاری، هیجانی، شناختی، ادراکی یا روان پویایی باشد. علائم و نشانه ها یک سابقه مسائل دیرپا در وجوه مختلف زندگی 2. مقبول ایگو 3. انطاف ناپذیری 4. ذره محافظ زیرین استراب 5. فاقد همحسی با دیگران 6. تثبیت در مراحل رشد ناپخته 7. مسائل بین فردی در عشق و شغل همگیری شناسی 6 درصد تا 9 درصد و معادل زودرس آن اختلال مزاج است معمولا اولین بار در اواخر نوجوانی یا اوایل جوانی ظاهر می گردد. شیو در مرد و زن یکسان است. غالبا سابقه ی خانوادگی وجود دارد. در مورد برخی از اختلالات شخصیتی انتقال نسبی ژنتیک مطرح بوده است. سبب شناسی یک چند عاملی دو عوامل تعیین کننده بیولوژیک آشکار ژنتیک صدمات پیراناتال آن سفالیت های ضربه مغزی در دو قلوهای یک تخمکی نرخ تطابق بالاست. سه سوابق مربوط به رشد غالبا مسائل فردی و خانوادگی را نشان می دهد که گاهی جدی است. سوء رفتار زنا با مهارم. آزمون روانشناختی یک آزمون نوروفیزیولوژیک ممکن است علل عضوی را آشکار کند الکترو آنسفالوگرافی یعنی همون نوار مغز سی تی اسکن نقش برداری الکتروفیزیولوژیک دو آزمون فرافکن الگوها و سبکای شخصیت ترجیح داده شده را آشکار می سازد. پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مین سوتا فیزیوپاتولوژی الف لوب پیشانی رفتار تکانشی، قضاوت ضعیف، بی ارادگی. ب. لوب گیجگاهی. صفات کلوور، بیوبسی، تعصب مذهبی احتمال خشونت. جیم، لوب آهیانهی، خصوصیات انکار یا نشعه ای. سیر و پیش آگهی. متغیر معمولاً ثابت و پس رونده اما برخی بیماران بهبود میابند. غالبا این بیماران انگیزه برای درمان ندارند. روش های درمانی چندگانه و مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. روان کاوی، روان درمانی تحلیلگرا، روان درمانی حمایتی، گروه درمانی، خانواده درمانی، بستری کردن کوتاه مدت و بلند مدت در بیمارستان، درمان دارویی.